سلام به شما، در فرا خبرم شب شاخه خراسان داعش مسئولیت حمله بر بیمارستان 400 بستر سردار محمد داوودخان را پذیرفت. حمله روز گذشته بر شفاخانه سردار محمد داوودخان با واکنش‌های داخلی و خارجی نیز روبرو شده. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان، سازمان جهانی بهداشت و برخی از مقام‌های پیشین کشور این حمله را نکوهش کردند و آن را جنایت بشری دانستند. از سوی هم سخنگوی وزارت دفاع ملی می‌گوید اجازه نمی‌دهند هیچ گروه امنیت کشور را مختل کند. این وضع بیانگر چیست؟ آقای فضل رحمان اوریا آقای مسائل سیاسی اینجا در استودیو و آقای حشمت غنی احمدزی فعال سیاسی روی خط اسکایپ با ما وصل هستند. کردوم ایمان عزیز را بسیار خوش آمدید میگم به برنامه. آقای اوریا، اتفاقات بزرگ امنیتی اخیر در افغانستان، آیا ادعای طالبان یا حکومت فعلی افغانستان که جنگ در افغانستان تمام شده را ضربه نمیزنه؟ تشکر. سلام بر شما و سلام بر جناب غنی صاحب و سلام بر بینندگان و شنوندگان عزیزتان. امنیت کاملا در کشور تامین است. حکومت مرکزی با تمام جغرافیای افغانستان تسلط عام و تام داره، اما داعش قسمی که در گذشته گفته می شدن بخشی از حکومت و نظام قبلی بوده و طبیعتا این بقایا باقی مانده و حال با اساس گفته های اردوغان و مسکو و ایران امریکا مجدداً داعشی ها را از عراق و سوریه به افغانستان انتقال میده. اساس چی میگه نمیگه؟ مثلا اردوغان میگه، مثلا وزیر خارجه ترکیه میگه، مثلا پوتین میگه. مثلا چی میگن اونا؟ اونا میگه که مثلا اردوغان میگه که امریکا در برابر داعش پالیسی دوگانه داره و داعش به شکل منظم و سیستماتیک به افغانستان انتقال میده. هم وزیر خارجهش میگه، هم مسئولین ایران میگه، هم مسکو میگه. پس داعش از گذشته در اینجا حضور داشت، بخشی از حکومت قبلی بوده، او را حال امریکا میخواد آپدیت بکنه. بخشی از حکومت قبلی که میگین به معنای چیست؟ یعنی به این معنی از که این جزی از حکومت قبل بوده. حکومت قبلی را مدیریت میکرد، سازماندهی میکرد، بارها روسیه در مو وقت اعضای پارلمان این چیزها را توضیح کرده بودن. چرا باید حکومت قبلی چنین گروهی را تمویل و تجهیز بکنه؟ این به خاطر که از این گروه در برابر طالبان استفاده میکردن و بخش عظیم استخباراتی حکومت قبلی را امین نیرو تشکیل میدادن و طبیعتا حال وجود داره و حال امریکا که میخواد ای را حمایت بکنه، ای را سپورت بکنه، به این معنی است که مرحله اول جنگ افغانستان با امریکا پایان یافته. مگر امریکا جنگ دوم و مرحله دوم جنگ در افغانستان آغاز کردن. ولی مسئولیت فعلی حکومت فعلی افغانستان چی است؟ آیا باید جان و مال مردم حفظ بکنه یا نکنه؟ بالکل، ما گفته میتونیم که داعشی که به شکل سیستماتیک امریکا او را وارد افغانستان میکنه، تمویل میکنه، تجهیز میکنه، وظیفه این حکومت است که او را بسیار به شکل بیرحمانه سرکوب کنه و تا جایی که میبینیم با مجرد که داعش سر بلند بکنه سرش نابود میکنه. این پروسه باید با تمام شدتش ادامه بیابه. حکومت فعلی افغانستان همین موضوع را نمیپذیره، میگه که داعش تهدید نیست، حتی یک مزاحمت است، حتی بعض اوقات وجود داعش را رد میکنه، میگه که تبلیغات است که به نفعش میشه. ببینید، فکر نمیکنین همین عملات اخیر به معنای ازی است که تهدید جدی است و جدی هم میشه؟ ببینید، داعش تهدید شده نمیتونه، نه به کشورهای آسیا میانه، نه کشورهای منطقه و نه در افغانستان. یک مزاحمت است. امریکا میخواد جان مردم ناحق کشته گرفته میشه، درست است، خون مردم ناحق ریخته میشه، در قلب کابل میاین حمله میکنن، به خاک خون میکشن مردم. فکر میکنین مزاحمت است؟ تهدید نیست که ثبات کشور بر هم بزنه، امنیت کشور بر هم بزنه. امریکا میخواد اینی حرکت طوفانی آزادی و استقلال که ادامه داره ای را بتی بسازه توسط داعش. مگر این قطعا ممکن نیستن، اما طور که خود امریکایی ها در اینجا شکست خوردن، داعش هم منهدم میشه و کاملا از میان برداشته میشه و داعش نمیتونه که امنیت افغانستان در مجموع تهدید بکنه یا خطری برای کشورهای همسایه ما فراهم بکنه. تشکر. آقای احمدزی، شما در پیوند به این رویدادهای اخیر امنیتی چی فکر میکنین؟
ببینید بعد از یک جای دیگه شروع شد گپ سر تنا مسئله تعدید دیروز یا مرگوینا نیست سر از اینکه اعلان کردن طالبا که قانون اساسی دوران ظاهرشاه را فعال می سازن مرم پرسنل خود در بسیاری قسمت ها امیرم توضیح نکردن که کی وظیفهش چیست و دوم مجزا هم نکردن مثلا اینجا حوزه کار قاضی را میکنه کار پلیس را میکنه کار اداری را میکنه کار حتی تجاری و اینا را میکنه یا حق منده طالب داری و دوم تفکیک نه تنها کار وجود داره بلکه تفکیک طالب هم تا بالا وجود نداره محتره اکثرا به نمبر پلیت کرد یک پیرخ و کرد موی دراز ای خود چهار تا نفری که دیروز از دایش هم از بندی خانه خلاص شده یا دوزای هم که به پل چرخی و جنایتکاره هم که بودن با وام است و هیچ نوع تفکیک برای مردم عام شده نمیتونه و این برای خود طالبا هم بسیار مشکل ایجاد میکنه گپای آقای اوریا سر از اینکه زیادتر چی میکنم منم جالبیش دهیست که اگه شما پروتکل امریکایی را در 19 یا 20 ماه گذشته همراه طالبا ببینید یکی از دلایل پروتکلش این بود که طالبا با ضد داعش می جنگیدن با ضد امریکایی ها نمی جنگیدن و دومی که اگه امریکایی ها می خواستن که داعش را سپورت کنن خب از پس که طالبا چطو پروتکل کردن که با ضد چی و با مایرم که انداختن مخصوصا با ننگرهار و اینا و زیادت عملاتی که شد از طرف حکومت و اینا زیادترش بیشترش در مقابل داعش بود از این کرده که به شکل گروهی بجید باشه و دومی که اگر تنظیم میشه فعلا اگر گفت آقای اوریا را هم قبول کرده نسبی که خب به منطقه و اینا آیا پاکستان به اشاره امریکایی ها داعش را فایننس میکنه آیا ایرانی ها میکنن آیا آسیای میانه میکنه در منطقه یک کسی که باید یک پل وصلت باشه شما میگین که امریکا تمویل و تجهیز نمیکنه داعش درست است؟ اگر میکنه خب باید یک سند باشه که در منطقه کسی دیگه هم رایشان دخیل باشن پاکستانی ها که مطلق سپورت طالب هستن تا جایی که معلوم میشه یعنی فکر نمیکنم که آله هم دو طرفه بازی کنن ایرانی ها هم که به این صورت علاقمندی به داعش ندارن در مقابل داعش در سوریه جنگیدن شما فکر میکنین از کجا تمویل میشه داعش؟ باید چیز منطقی باشه مشکل است که شما از رای هوا یا از رای دور اینطور یک گروه به شما در داخل تنظیم کنین که حالا مثلا به ننگرهار اینا در دو هفته آخر 400 دلار میتن فی نفر تا جایی که دارم و جمع کردن اینا است زیادترش هم ثبت نام اکثر ولسوالی هایی که هست بیرقایش هم در پکتیا دیده میشه در خوست دیده میشه در بسیاری ولایت های دیگه و این خودمی چند ماه اینا اقدر زیاد از شرق و دیگه مناطق هم رو کردن یا تعاملات خب شما میگن که یعنی بله. دلایل منطقه‌ای داره باز در گپای اولیتان گفتین که کشورهای مثل ایران، پاکستان اینا مخالف هستن همون رو میگم اتنانی وقتی که آقای اوریا میگه که امریکایی ها سپورت میکنن و باید یک چیز اسنادم باشه که چی رقم سپورتش میکنن از رای هوا سپورت میکنن از یکی از این ممالک سپورت میکنن از کجا سپورت میکنن اجازه بتین از آقای اوریا بپرسیم آقای اوریا شما به اساس چی میگن که داعش از سوی امریکا تمویل تجهیز میشه اگر میشد چرا با حکومت فیلی افغانستان یک توافق نامه امضا کرد ما قبل خدمت شما عرض کردیم وزیر خارجه ترکیه تا به حال 3 بار گفته که امریکا به شکل سیستماتیک و منظم داعش از سوریه و عراق به افغانستان انتقال میده رهبر مذهبی ایران فقط یک هفته قبل همین مطلب را بیان کرد و مسکو در طول 20 سال گذشته منظما همین ادعا را داره این اسناد ما فعلا هست اینکه در داخل کشور ما چی پاکت‌های داریم اوش کنار میگذاریم اینکه از کجا میاد چطور میاد این بحث دیگری هست ما یک قسمت بحث مویز که داعش باید سر بالا نکنه سر که بالا میکنه باید منهدم شوه منقرض شوه و حکومت میبینیم بسیار بیرحمانه علیه داعش عمل میکنه
طبیعتاً آمریکا ترانزیت میکنه یا از طریق پاکستان یا از طریق ایران یا از طریق اواب. خب گفتن که ایران و پاکستان چه موضعی در برابر داشتن؟ خب حکومت ممکن سهم نباشه. هزاران رای دیگه آمریکا داره که او را مثلا از کدام را؟ هزاران رای ممکن رای هوا، رای زمین، وشی و های دیگری که این کار ارگان های استخباراتی است. وظیفه ما نیست. وظیفه ما مقدر است که میفهمیم و قبل اسناد همی بزرگا را براتان ارائه کردیم که حمایت آمریکا را با خود داره. جناب احمد زیسی فرمود 400 دلار میده. یا کسی 1000 دلار میده. یک گروه 400 دلار از کجا بکنه؟ پاکستان همی توانمندی را نداره، خودش در بحران اقتصادی پرو رفته. ایران همی کار نمیکنه. فقط همی سرمایه بزرگی که دلار باید بته برای داعش او کار امریکاست و امریکا خودش اعلان میکنه قطعات 001 میره با داعش یک جای میشه. او قطعات 001 کجاست؟ کلشان کشیدن بیرون بردن، حال به شکل انفرادی یک جا روانش میکنه به نام داعش در افغانستان و وضعیت میخواه اخلال بکنه. پس تمام پاکت های منطقوی را حرکت های داعش که در درون افغانستان ببینیم با یک مزاحمت است، تهدید نیست، پشت سر از امریکا قرار داره و این ملیشه‌های آمریکایی هست. نام دیگهش ملیشه‌های آمریکایی است. آمریکا خودش در افغانستان شکست خورد، دوم شکست استراتژیک. حال ملیشه‌های نیابتی خود به نام داعش وارد میکنه، این هم شکست میخوره، باز روز دیگه آمریکا پشیمان میباشه. مگر این به نفع آمریکا نیستن که توسط داعش آمریکا بخواد ثبات افغانستان برهم بسازه یا تهدید متوجه بکنه به کشورهای منطقه. این نه به نفع آمریکاست و نه به نفع افغانستان هست. و اترام فکر کرده نمیتونیم که داعش از هوا افتید. چنین چیزی ممکن نیست. قدر دلار از کجا میاد؟ و امریکا همونطور که بنام داعش سوریه را به او حالت رساند، عراق به این حالت رساند، در اینجا یک سناریوی دوگانه داره. با یک دست داعش حمایت میکنه، پرورش میده، رشد میده، پول میده، تسلیح میکنه و از طرف دیگه میگه که اینجا داعش است دیگه، ما باید در منطقه پایگاه نظامی داشته باشیم و تا بریم داعش را بمباردمان بکنیم. یعنی به این ترتیب آمریکا یکی از ارزومندی هایش ای است که در افغانستان ثبات وجود نداشته باشه، مگر کشورهای منطقه ارزومندیش همی است که باید در افغانستان ثبات وجود داشته باشه. ثبات وجود نداشتن در افغانستان چه نفع به آمریکا میتونه برسونه؟ ببین چند چیزی را میخواد توسط داعش آمریکا انجام بده. یک، پروژه های بزرگ اقتصادی که در افغانستان زیر دست قرار بگیره ایرا باید مختل بسازه. دو، پروژه های بزرگ اقتصادی که در افغانستان باید ایجاد شوه و او باید نتایج بده او را باید مختل بسازه. حکومت مقتدری که امروز در افغانستان وجود داره میخواد حرکت های ازیرا بطی بکنه و در پهلوی ازی پیام تهدید آمیز بر ایران، کشورهای آسیای میانه، روسیه و چین باید بده. مگر امریکا باید بفهمه که در برابر داعش کل منطقه، کشورهای کل منطقه متحد است، متشکل است و می در پهروی دولت افغانستان قرار می گیره. بله. و منهدمش می کنه. آقای احمدزای، اینم پاسخ سوال شما. مشکل است که آدم او رقمی بحث کنه، به خاطر که اردوان مشکلم به امریکایی داره، روسا که همیشه داشتن، از داعش 20 سالم نمیشه. با فروت چه کلی که به این طالبا و چه آدم در مخصوصا در 18 ماهی که تاکی اینا به قدرت رسیدن بودن، کل راپور داعش شما از بزرگای طالبا از خودشان پرسان کرده میدانین، جایی و اینایش خود امریکایی در خدمت طالبا میگذاشتن. پس این حرفا و یک ذره بدون سند و دقیق از این که در کجای افغانستان. خب سند گفتن که وزیر خارجه ترکیه، شما گفتین که وزیر خارجه ترکیه سند شده نمیتونه. حرف کسی که خودش جنجال در همراه امریکایی بدون کدام مسند پیش کردن میکنه. وقتی که به نمایندگی صحبت میکنه اون مسند ساده ای است، ای از زبانش این نمیشه. ای که ما بگویم که خب داعش ایران مثلا چی میده، بدون سند که اعتماد بسته نمیشه. و دوم، اگر مناسبات منطقه هم اینجا نگهداشت نشه و روابط ایجاد نشه،
که منطقه هم در این قسمت کمک نکنه که امور رای را که چی شخصی چی انفرادی چی از رای تجارت یا اینا میه جلو از او گرفته نشه، و این روز بروز بتر شده میره وضعیت با امکانات اقتصادی که دیده میشه که به دست از اینا هست، به این غربتی که در این مملکت روان است و به این بیکاری و یک قشه از مردم خب تنها به خاطر از امون چند صد دلار هم بر از اینا مراجعه میکنه. فکر میکنین آقای اوریا یک موضوعی بسیار جالب اشاره کردن، خب در صورت که داعش این گونه تمویل نمیشه از سوی امریکا یا کشورهایی که شما یاد کردین، پس چطور میتونه 400 دلار به پر جنگجوی خود بپردازه یا چطور میتونه به این اندازه جنگ بکنه و تحرکات نظامی داشته باشه؟ همیره میگم میتونه، مقصد ما هم سر از دویست، من نمیگم که نمیشه، برمی خود مشخص کار داره، این کار دولت فعلی است که باید پیدا کنه این پیسه از کدام طریق میه، از کدام ممالک میه، به چی طریق میه، چرا اگه این پیسه آمده نیست برای تمه که میایه این خود خطر روز بروز زیادتر کرده میره. امروز امکان داره که به آقای اوریاکی باشه که داعش هنوزم چیز بسیار خاص نیست، برای به این سرعتی که اینا حرکت کرده میرن و به این زور اقتصادی که حرکت میکنن که بسیار مشکل است که اینا را کنترل شود. مزاحمت خواندن داعش چقدر درست است فکر میکنین؟ مزاحمت خواندن داعش چقدر درست است از سوی حکومت؟ وقتی که مرگ میکنن، وقتی که در داخل کابل بمین روا، یعنی اکثر طالبان اگه ببینیم به مرکز ولایات هستن، به ولسوالی ها نیستن، به مرکز کابل که کل گروپ هایشان هست، از قندار هست، گروزگان هست، از پکتیا هست، از میدان وردک هست، از ننگرهار، اکثریتش هم اینجا هست. وقتی که در داخل کابل به موعده شفاخانه سردار داوود خان، یعنی بالکل به قلب کابل حمله کردن میتونن، دیگه مزاحمت نمیشه، مرگ مزاحمت نیست. آقای یوریا، ما باید داعش با سه در سه مرحله با بحث بگیریم، از کجا تمویل میشه، چطور ترانزیت میشه و فعالیتش در داخل کشور چی گونه هست. فعلا بحث با بحث تحلیلی است، ولی فعالیتش گپ میزنیم و اینکه چطور تمویل میشه، از کجا ترانزیت میشه، این کار دولت هست، اونا باید انجام این موضوع بیخه با کنار که آقای احمدزی هم در فکرشان موضوعی دیگر است، یعنی میگن که باید مشخص شود، شما میگین که از سوی امریکا تمویل میشه که در نمی پذیرن. ببینید ما در سه مرحله باید بررسی بکنیم، موضوع سوم که شما اشاره کردین، چطور میتونه تا قلب پایتخت خود برسونه، این گونه مردم را به کشتار بگیره؟ خب این ساده هست برای امریکا، این کار ساده هست و امریکا یکی از علاقمندیهایش است که حکومت تحت فشار قرار بده تا خواسته های امریکا را بپذیره. چی خواسته داره که حکومت میخواد از این چند تا جاسوسش باید در حکومت جابجا بکنه و یک مقدار خواسته های دیگه هم باید بپذیره دیگه، نه داعش وجود داره نه چیز دیگری، و تا جایی که ما حکومت میشناسیم هیچ وقت به چنین خواسته های امریکا تن نخواد داد. پس گفته میتونیم که با تمام نیرو داعش سرکوب خواد کرد و از بین خواد برد. داعش در درون افغانستان پس که احمدزی سفر بودن، کسی که جذب میشه 400 دلار میده، این کار امریکاست. قطعات 001 ابسارایش روال میکنه در اینجا در لباس داعش، این کار امریکا هست و ده ها موارد دیگری، و داعش امریکا در سوریه هم تمویل کرده، در عراق هم تمویل کرده و متحدین دیگه شما امرایش بوده مثل انگلستان و کسای دیگری. پس در افغانستان داعش نمیتونه با یک مدت طولانی مزاحمت طولانی مدت انجام بده، اما طور که حکومت دست نشادهش منهدم شد، اما طور که خودشان شکست خوردن از افغانستان، این گروه که نیابتیشان هم منهدم میشه و کاملا از میان برداشته میشه. چی تضمین وجود داره؟ ظاهرا هر روز حرکاتشون بیشتر نمیشه؟ میشه، حرکاتش بیشتر میشه. آمریکا با تمام قوت میخواد وضعیت افغانستان را اخلال بکنه و این ترور و انفجار خودش بخشی از جنگ روانی هست. آمریکا با تمام قوت جنگ روانی و جنگ سر در افغانستان ادامه میده، مثلا تحریم، مثلا نه به رسمیت شناختن، ترور، انفجار، با جبهات مختلف علیه افغانستان جنگ ادامه میده و در این جنگ هم مسلماً مثل جنگ سخت ابزاری شکست میخوره. ولی در مقابل مسئولیت حکومت فعلی افغانستان چی است؟
مسئولیت اولش ای هست که با تمام قوت داعش سرکوب بکنه و تا به حال سرکوب کرده. مسئولیت دومیش هست که ترانزیت از ای را پیدا کنه که از کدام طریق امریکا ای را وارد میکنه و از هر طریقی که میاد بر همونجا باید اینا منهدم شود. و منابع تمویلش معلوم است امریکا و متحدینش، بیشتر از اون نمیشه. تشکر آقای مزای، فکر میکنید که این ظرفیت و توانایی در حکومت فعلی افغانستان وجود داشته باشد تا از تحرکات بیشتر داعش در افغانستان جلوگیری شود و در کنارش سرکوب شود؟ اگر نتونن کرده که مناسبات و استخبارات منطقه را جذب کنن با همکاری اول خود رسمیت شناختنشان مطرح است و دوم روابط استخباراتی با ایران و با آسیای میانه و روابط را که با پاکستان دارند تقویه کردن، بدون روابط منطقه‌ای بسیار امکانش مشکل است که این کار صورت بگیرد. چرا این کار کار ساده نیست. در داخل خوب امکان در رقمی که طالبان می کردن مثلا هسته گذاری در پاکستان می شد یا به سرحد می شد یا به منطقه می شد که می آمدن دو سه نفرشان یک همکار داشتن در داخل که تنظیم می کرد و اونجا حمله خود می کردن. همون سیستم اینا هم می تانن کرده چی از پاکستان چی از هر ملک دیگه که در منطقه باشه بسیار با آسانی پیدا کنند. اگر کل استخبارات منطقه امرایشان همکار نباشه و رسمیت نباشه، سفارتایشان، قنصلگری ها و اینایشان و روابط استخباراتیشان، تنها از داخل هسته را پیدا کردن بسیار مشکل کار است. تلاش هایی که به خاطر برقراری روابط با کشورهای جهان از سوی حکومت فعلی افغانستان صورت میگیره رو چطور میبینین؟ فکر میکنین نتیجه بده؟ ببینید اینجا یک تفاوت است. رهبرای طالبان تا جایی که مکتشان صحبت کردیم و اینا او فلکسیبلیتی را دارن که میخواهن امرای دنیا رابطه داشته باشن. مرم القای پایینشان ایشنم علاقه مندی به اون ندارن، مخصوصا که اروپایی و امریکایی ها چرا میگن که ما جنگ برازی کردیم که کفار از ملک بکشیم، نه ای که پس کتشان روابط داشته باشن. دیگه فکر میکنم مشکلشان بین خودشان است که رهبریت تا چی اندازه میتونه کرده که ردیفای پایین خود به این قانع کنه که مملکت ضرورت داره به این روابط دنیا، و اگه او را نتانه قانع کرده بدون از او باز تغییرات را آورده نمیتونه که دنیا قبولش کنه و ایسی یک مملکتی که نمایندگی خود دوباره فعال داشته باشه. با این وضع بر رسمیت شناختن حکومت فعلی افغانستان دور میبینین یا نزدیک؟ حالی که فکر میکنم حتی دوستایشان ها چی پاکستان، چی ایران، چی ترکیه یا حتی روسا هم فکر نمیکنم در این قسمت پا پیش کنن و رسمیت بشناسنشان. آقای یوریا، فکر میکنین چرا اونایی که خود دوست میشمارن هم در تلاش از این استن یا اراده را ندارن که حکومت فعلی افغانستان را به رسمیت بشناسند؟ ما شما کنفرانس مسکو دیدیم و کنفرانس شانگهای هم دیدیم و نشست تهران هم دیدیم که در تهران با جز از خود ایران هم در شانگهای هم در مسکو کلشان به یک صدا به نحوی از آنها از افغانستان حمایت کردند و بالای امریکا فشار آوردند تحریم ها را دور کو، داراییش که مسدود کردی دوباره برش مسترد کو و امثال گپای دیگری. این کلش منافع مردم افغانستان هستند. پس کشورهای منطقه بجز از یک کشور دیگه همه کشورها به شمول چین، امریکا، ازبکستان، تاجکستان، قرغیزستان، این طرف هم امارات متحده عربی و قطر با دولت افغانستان هماهنگ هست. مشکلی که وجود داره با امریکاست. امریکا از امون روزی که شکست خورده برآمدن جنگ با مرحله جنگ مرحله دوم آغاز کردن که او جنگ سرد هست، جنگ نرم ابزاری هست. رویلت کشورهای منطقه در همین نشست ها با یک صدا از امریکا خواستند که این جنگ سرد باید متوقف بسازه و پس میم با رسمیت شناختن امریکا بیشتر از اگر تعلل بکنه ما باید باور هستیم که کشورهای منطقه و همسایه
اکثریت مطلق شه افغانستان به رسمیت خواهد شناخت. آقای فضل رحمان اوریا آقای مسائل سیاسی و آقای حشمت غنی احمدزی همچنان آقای مسائل سیاسی، تشکر از دو میهمان عزیز که در فراخبر بودین و دوستان که بیننده برنامه. خدا نگهدار.